سلام سولیوان. سلام. این کارا چیه؟ اینا رو دور خود جمع کردی که چی؟ الو. مادام بهت بگم که خودتو برای یه حمله حاضر کنی. خوش خدمتتون. از طرف دلکادو. ادشون چند نفره؟ آقای اینو نمیدونم، برای این دفعه نیروی کمکی ندارم. باشه، ما حاضریم. بله. یادشین. سلام. کسی نباید بفهمه اون خودکشی کرده. سکته کرده. فهمیدی؟ سکته کرده. من الان حرکت میکنم. تا نزدیکی های صبح خودم رو میرسونم به جزیره. یه وقت فهمیدیم که همه چی داشت به اسم ما تموم میشد، اما به کام اون. همونقدر که اون بد عمل کرد، شما هم بد عمل کردیم. ما چاره‌ای نداشتیم. شماها مغز نداشتین، وگرنه مدارک سوء استفاده های مینویی رو به دادستان نمیدادین و کارو به اینجا نمیکشوندین که خودتونم مورد سوء زن قرار بگیرین و پاتون وسط کشیده بشه. های ما واسه چی؟ راحتتون کنم، به هر دوتون شک بردن. چرا؟ چرا تو مراسم تدفین مینویی شرکت نکردین؟ میخواستی با اون همه کسافتکاری فاتحه هم براش بخونیم؟ به همین دلیل. کی گزارش کرده ما شرکت نکردیم؟ کی گزارش داده؟ همه ی محلی ها، همه ی شیلاتی ها، همه ی اونایی که من و شما رو میشناسن و تو مراسم تدفین شرکت کردن، همشون دیدن که شما دو نفر که از دوستان قدیم و از یارانش بودین تو مراسم شرکت نکردی. کی گزارش کرده؟ همون کسی که گزارش دل دوستیای مینویی رو بهت داد. خب؟ خب؟ اون که به تو گزارش داد کی بود؟ نمیدونم کی بود. با تلفن بهم خبر میداد. منم تحقیق کردم. اطلاعاتی که داده بود درست بود. با مینویی در میون گذاشتم. زیرش زد و حاشا کرد. و جلوم وایساد. منم جلوش وایسادم. و منم به وسیله دادستان ناحیه اقدام کردم. پتش رو روی آب ریختم. دادگاهیش کردم. پوزش رو به خاک مالیدم. کاری کردم که اون از ترس بی آبرویی و زندون دست به خودکشی بزنه. براوو. اون کسی که اطلاعاتو در اختیارت گذاشت کی بود؟ گفتم که نمیدونم. تو که مأمور امنیت منطقه هستی نمیدونی؟ تا
تو که بلا نسبت فرماندار ناحیه هستی نمیدونی، اما من میدونم. تو از کجا میدونی؟ من میدونم اما نمیگم از کجا. اون کیه؟ خوجه. خوجه؟ کدوم خوجه؟ خوجه، خوجه محمد. من شک ندارم که خوجه محمد به یه وسیله اطلاعات و اخبار رو از میون ما به دست میاره و به خورده ما میده و ما رو به جون هم میندازه. ما باید خوجه رو از میدون بدر کنیم و این مسئله توه. بستگی به رئیس جدید داره. اون با من؟ فکرشو کردی کی باشه؟ صحبتشم کردم، انتخابشم کردم. یه والیوم بخور، اعصابت آروم نیست. اون کیه؟ یه تیمسار بازنشسته. اون رابطهای ما رو میشناسه؟ ماجرای مینویی رو میدونه؟ اون همه چی رو میدونه. حالا چرا یه تیمسار بازنشسته؟ اینجا احتیاج به یه چکمه داره. یکی باید باشه که بتونه دوباره نظم رو برقرار کنه. حق با شما. مرسی. از شوخی گذشته، من خدمت ابوی ایشون ارادتی طولانی دارم. از مدرسه نظام تا آخر دانشکده افسری رو با هم بودیم. پس فامیلم از آب در اومدیم. فامیلی با تیمسار باعث افتخار بنده است. شما لطف دارید. بله، چیه؟ خیلی خوب، تو برو، من خودم ترتیبشو میدم، برو.
اینطور که ملی جون میگه شما مثل این که یه 5-6 سالی هست که فرماندار اینجا هستی. در همین حدود. پس با شناخت خوبی که هر دوی شما روی منطقه پیدا کردین کار من خیلی آسون. بله. شک نداشته باش. راستی حال عدا چطوره؟ یادتی که شوهرش چه کسافت کاری با اون زنه کرد؟ اسمش چی بود؟ مثل این که پوری بود دیگه. آره پوری. بعد از اون جریان ادب و شوهرش طلاق و طلاق کشی داشتن و بعدش هم ادب رفت پاریس و جا خوش کرد. همین جا خوش کرد. خب در مورد مسائل مربوط به صادرات خاویار به اروپا با من همکاری میکنه. پس بیکاره بیکارم نیست. نه اتفاقا خیلی هم پرکاره. خب هر کی با تو آشنا بشه پرکاره. بویوک هم بفرمایی خانم. بیرون رفتی در رو ببند. شامو چه ساعتی بدیم؟ خبرت میکنم. بله. یه تانک تا زمانی اسمش تانکه که حرکت کنه عملیات انجام بده. یه تانک وقتی به حرکت و عمل میرسه که تمام اجزایش درست عمل کنه. اگه جزء کوچکی از این تانک بد عمل کنه و دست به خرابکاری بزنه تانک از کار میفته و دیگه اسمش تانک نیست بلکه یه آهنپاره بی‌مصرفیه که باید دورش رید. من امروز در اینجا به عناصر فاسد و خرابکار این ناحیه به خاطر از پا نایستادن این ماشین عظیم تر از تانک اخطار میکنم. من به خاطر دور ریخته نشدن افراد پاک و زحمت کش این ناحیه با آن خود فروختگان وابسته به خارج اخطار میکنم که دست از شیطنت و عوام فریبی بردارن و متوجه باشن که از امروز در مقابل من قرار گرفتند و اگر دست از پا خطا کنند و خیال کار شکنی و اخلال داشته باشند اونها رو به سخت‌ترین بچی مجازات خواهم کرد. و کلام آخر با آن نسته از ارازل و باش ناحیه، من اهل شوخی و معامله نیستم و این اولین و آخرین اخطار من به اونهاست. مقاومت علیه دستورالعمل مستشاران همپیمان، سرپیچی از دستورات مافوق. سال بعد اعتراض به حقوق صیادان. سال بعد تشویق صیادان به شورش. سال بعد به راه انداختن اعتصاب در سراسر صیدگاه‌ها که منجر به برکنار شدن رئیس ناحیه شده. سال بعد درگیری با مامورین دولت و تشویق صیادان به شورش توسط پسر کوچکش لطیف که منجر به تیربارون شدن لطیف میشه. بعد از تیربارون شدن لطیف سال بعد ظاهراً سر و صدایی نداره، اما گزارشات حاکیست که در زیر عمل میکنه. لو دادن سوء استفاده های رؤسا و درگیر کردن آدم های رأس در کل ناحیه و بعد و بعد دروغ و راستش با اونا که میگن بزرگترها میگن جدن در جدش با تزارای روس و ترکای عثمانی و انگلیسی ها با بیل و کلنگ جنگیدن. 360 برج پرونده. قربان با مروری که کردم طبق دستور آقای مینویی ما همیشه حواله انبار خاویارهای درجه پایین برای خانم ملک تاج خانم صادر می کردیم، اما در عوض خاویار درجه یک براشون بار می زدیم. نظر شما که غیر از این نیست؟ فکر نمی کردم با همچین آدمی روبرو هستم. خانم خوبی هستن،
خیرشون به همه میرسه، از کوچیک تا بزرگ. مرچی که پدر سوخته. بله قربان. کی با خانوم کار داره؟ منظور من این خوجه بی پدر و مادره. خوجه محمد؟ آره خوجه محمد. از حالا به بعد اون باید بدونه با کی سر و کار داره. دروغ و راستش با اونا که میگن. میدونین کیا میگن؟ اینا جدن در جد سر دشمناشونو از تم میبریدن. به خوجه محمد بگو رئیس جدید جدن در جدش پوست سر دشمناشو میکنده و توش پر کاه میکرده. به سر مسئول سردخونه ها بگو صبح زود بفرستتش تو دفتر کار من. شماره دو. صدامو نمیشنفی؟ خب همینجام خنگ خدا. ببین اون کاره درم. دستم بنده. دستتو بذارو خودت بیار. اگه دستمو بذارم اون وقت با چی سرتو ببرم. خوجه محمد تو همیشه وقت گریه چه خدمت میگیره. بایی خبر نداری رئیس با توپ و تانک فرستاده دوانه را. تانکشو که چه عرض کنم، اما توپی رو که من دارم میبینم از توپای زمان محمد شا موراق تره. تکو بخور خوجه، رئیسش انتظارته به خونه دشنه از بجوم. داری بیری لالست پسرم. سر تو گوش تا گوش نبرم از کنار جوم نمیخورم. بجام چیه؟ بده جعفر قلی یه باره دیگه میبرم. بیا تو، بیا تو. پس این خواجه محمدی که میگن تو هستی؟ ها بشین. خوبه، همینطور خوبه. بشین. باشه. من برای ایجاد یه نظم تازه اینجا اومدم. ها. تو این نظم تازه جا برای آدمای کل خرابی مثل تو نیست. ها. من در برخورد با آدمایی مثل تو اهل ترحم نیستم. ها. انقدر ها 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 نکن. عادته. تو باید عادتاتو ترک کنی. تو برای نجات خودت فقط یه راه داری. سر عقل بیای، مطیع بشی، آروم بشی، دست از اخلالگری و آشوبگری برداری. در غیر این صورت مثل یه تانگ زیرت میگیرم و لهت میکنم. حالا به زبون خوش بگو حقیقتا تو کی هستی؟ من خوجه محمدم. میدونم خوجه محمدی، اما کی هستی؟
خوجه محمد. من اهل شوخی نیستم. وقتی من خوجه محمدم این کجا شوخیه؟ خودتو خنگ نشون نده. من میخوام بدونم در ارتباط با عناصر اخلالگر تو کی هستی؟ چی هستی؟ چه نقشی داری؟ والا من فقط خوجه محمدم. خوجه، ما الان داریم مثل دوتا مرد با هم حرف میزنیم. خوجه محمد همیشه مثل یه مرد حرف میزنه. از شما بی اطلاعم. جفتک ننداز خوجه، جفتک ننداز. اولاغ وقتی زیاد چاق میشه واسه ارباب جفتک میندازه. من که یه مش پوستم و استخون. تو آدم ناراحتی به نظر میرسی. اگه کلاغ سیاه کبوتر به نظر میرسه، خوجه محمدم ناراحت میرسه به نظر. تو در بی نظمی های اینجا دخالت داری. گزارش سوء استفاده های رئیس قبلی آقای مینویی رو میگم. تو بودی که به مأمور امنیتی و فرماندار و ملک تاج خانم میدادی. این تهمته. اون 360 برگ پروندت چی؟ اونم تهمته؟ اون خوجه محمد 360 برگ پرونده مرده. شما الان دارین با خوجه محمد بیرون پرونده حرف میزنین. خودتو به موش مردگی نزن خوجه محمد. اگه یه موش مرده میتونه صبح تا شون توی سردخونه شیلات جون بکنه و الانم قبراق و سرحال جلوی شما وایستاده باشه، حق با شماست. خوجه محمد یه موش مرده است. من آدمای زبون درازتر، سرکشتر، کله خرتر و وحشیتر از تو رو تو همین منطقه دادم دارشون رو گچ گرفتن و ازشون یه ستون یادگاری ساختم. منو شناختی؟ اونا رو یادته؟ یادته که از یه ایلتون تو دو طرف جاده ستونای گچی ساختم؟ منو یادت میاد؟ اونا رو یادته؟ اونا سرکش بودن، اونا یاقی بودن. نه خوجه محمد که دیگه تو خیال اسب مردشه، نه خوجه محمد که فقط ازش دوتارش مونده. من نمیخوام اون بلاها سر تو بیاد. به من بگو خبرچینت کیه؟ مورچه چیه که کله پاچه چی باشه؟ خوجه محمد کیه که خبرچین داشته باشه؟ راستشو بگو. اگه راستش اینه که دروغ بگم، خبرچین من شمایی. خوجه محمد. پس دروغه. پس یا دروغه یا من خبرچین ندارم و اگه دارم شمایی. برو خوجه. راست میگم ناراحت میشین، دروغ میگم ناراحت میشین. اگه جور دیگه هست بگین تا اونجوری بگم. برو خوجه. برو بیرون. خوجه محمد. اگه یه بار، فقط یه بار دیگه ازتون خطایی که من میدونم و تو سرزد، سر به نیستت میکنم. دیگه مرخصی. یه دقیقه زرزر اون سازتو خفه کن، بذار حال کنیم. از کی تا حالا تو اهل حال شدی؟ پیری، مثل این که دلت برای خورد مشت و لگد تنگ شده ها؟ مردی به مشت و لگد نیست، به شرفه که تو نداری.
مگه کریب بهت گفت مردی به مشتلگت نیست؟ دردی من با تو کاری ندارم. هر کی با خوج محمد کار داره با من کار داره. با تو کسی کار نداره. بریم بچه ها. در چه فکری بابا خوجه؟ هیچ فکر. تو باز داری کاری صورت میدی؟ تو باز داری زیر پای رئیس جدید و جارو میزنی؟ نه اینا همش حرفه. اگه حرفه پس یه کاری بکن، یه تکونی بخور. این مردم دنبال هر کسی را نمیفتن، اما دنبال تو را میفتن. را بیفت بابا خوجه. سوارای ما رو دشمن داره دسته دسته قتل عام میکنه، اون وقت تو میخندی بابا خوجه؟ سوارای ما سالا پیش قتل عام شدن، جنگ تموم شده. دردی را بیفت بریم خونه. کجا؟ میرم قهوه خونه. تو قهوه خونه چیزی جا گذاشتی؟ بله خودم. از بابا بزرگت فقط زبون درازشو به ارث بردی. همون بهتر که چیزای دیگرشو به ارث نبردم. چرا شما دوتا همیشه مثل سگ و گربه میمونی؟ واسه این که به جون هم بیفتیم تا حوصله‌مون سر نره. الو سلام، باز چه خبر شده؟ از دوست جدیدمون خبرای خوشی دارم. هنوز از راه نرسیده و عرق تنش خشک نشده شروع کرده. خانم ملک تاج خانم
این تیمسار شما باید از اون قلطاقای نمره یکش باشه. ملی جون، ملی نده، آخه گوش کن. نه نه، یه سوء تفاهمه ملی جون. خیلی خوب، هر طور که تو صلاح میدونی. ملی خوچه که بی پدر و مادر. مینویی رو در پیش گرفت با این تفاوت که من و تو با هم باشیم. درد سر داری؟ آن بیشتر. با وسوسه نکن کلش. ولی تو انقدر قدرت داری، انقدر دست اینجا و اونجا داری که دست بعضی رو کوتاه کن. خب کوتاه کن، فقط من و تو. با خوجه چه میکنی؟ یه کاری میکنم. یا باید بخریش یا سر به نیستش کنی. جرعتشو داری؟ تو منو خوب میشناسی. خب پس ببینیم چی پیش میاد. سیگار میکشی؟ دودی نیستم. چی میخوری؟ ویسکی؟ کنیاک؟ ودکا؟ نخورده مستم. حالا یه چیزی بریزم برات. نماز میخونم. آه پس نمازم میخونی. بله نماز نخونیم چه کنیم؟ دیگه میخوای چی کار بکنی؟ این همه آتیش روشن میکنی بازم میگی چه کنیم؟ زمستون و هوا سرد، آتیش روشن نکنیم چه کنیم؟ خب دیگه تعریف کن. ما چه تعریفی داریم؟ هرچه تعریفیه پیش شما هست. ازت خوشم میاد، تو جواب وا نمیمونی، واسه هر حرف یه جواب از پیش ساخته شده داری. از خوجه محمد فقط زبونش باقی مونده. ناراحتین اینم از بیخ بکنمش. چه میشه کرد؟ تو خودتو حیف کردی خوجه. ها تو باید تو شیلات بعد از این همه سالها و خدمتها کسی شده باشی. ها هنوزم فرصت داری، هنوزم دیر نشده. ها فقط باید تصمیم بگیری. ها آه که چی؟ بالاخره تصمیم میگیری یا نه؟ تصمیم بگیرم که چه کنم؟ تصمیم بگیری که با ما باشی، تو خانواده ما باشی. الان هم هستم، نمک پروردم، هر کاری هم از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. میدونم، میدونم تو هر کاری از دستت بر اومده برام انجام دادی، اما از تو میخوام تصمیم بگیری از این به بعد دیگه هیچ کاری برام انجام ندی، مثل کاری که چند شب پیش انجام دادی. منظورم اون جنجال شبونه جلوی انبار خاویاره که راه انداختی. من؟ آه. من اون شب تو خونم بودم، سر و صدا رو شنفتم اما از جام جم نخوردم، چون دیگه با سر و صدا کاری ندارم. خوجه من میخوام با تو دوست باشم، من میخوام خیرم به تو برسه، من میخوام حقی رو که از تو گرفته شده به تو بدم، من میخوام تو رو سرمسئول سردخونه ها بکنم. این برای تو هیچ ارزشی نداره؟ چرا نداره؟ جعفر قلی نامرد با دغلی جای منو گرفته. اون با دغلی جای تو رو نگرفته، اون آدم سربراهی بوده اما تو آدم سربراهی نبودی، فقط همین. اگه منظورتون پرونده منه، بار پیش عرض کردم اون خوجه مرد، من سالها خودمو کنار کشیدم. به ظاهر خوجه محمد ظاهر و باطنش یکیه. ببین تو راه نمیای، تو با حرفا و کلمات هی بازی میکنی، تو نمیخوای با زبون خوش، نمیخوای از روی صداقت به گناه چند شب پیشت اعتراف کنی.
تو الان اعتراف کن و قول بده که دیگه خطایی از از سر نمیزنه، فردا صبح سرمسئول سردخونه هایی. اعتراف به کار نکرده نمی کنم. پس جلوی من وای میستی؟ چرا شما میخواین دستی دستی کاری کنین که من جلویتون واسم؟ من الان توی خونه شما هستم. من اگه با شما دشمن بودم پامو تو خونه تون نمیذاشتم که هیچ، سایتونم با تیر میزدم. اصلا همین الان که اینجا نشستم با همین چاقو سرتون و گوش تا گوش میبریدم. اینی که میگن خود محمد سر میبریده قصه است، پرونده است، گذشته است. گذشته ای که مثل یه اسب چابک تو صحرا تاخته و رفته و از نظرها ناپدید شده. خوزی محمد الان چاقوش کجا بود که سر ببره؟ خوزی محمد الان اسبش کجا بود که بتازه؟ خوزی محمد الان یه دوتاره، یه آوازه. اگه اینا ناراحتتون میکنه بگین همین الان دوتارم و میشکنم و آوازم هم خفه میکنم. تو کی هستی؟ چرا اسمتو نمیگی؟ Thank you.
صبح زود راه بیفتیم بهتره. مگه قراره به خواجه نفس شبیخون بزنیم؟ تو هم که همش پرت و پلا بگو. نه، اگه قرار شبیخون بزنیم من حرفی ندارم. آره، قراره که به خواجه نفس شبیخون بزنیم. حالا صبح زود میای یا نه؟ نه، من اهل شبیخون زدن نیستم. دوست دارم دشمن منو ببینه. تو دوست داری سر به سر من بذاری؟ منم حوصله‌شو ندارم. بابا خوجه، اگه شبیخون نزنی به همین زودیا بهت شبیخون میزنن. امروز خبرایی شده، تو جاده مال دزدی گرفتن. بویوکم در خونه ما پیدا شده. قیلیچ میگه رئیسو کاردش بزنی خونش در نمیاد. رئیس فکر میکنه این کارا کار توه. دیگه قضیه شوخی بردار نیست. ممکنه یه روزی کمر به قتلت ببنده. وقتی من به کار رئیس کاری ندارم، دیگه چرا کمر به قتل من ببنده؟ اون باور نمیکنه که تو کاریش نداری. وقتی اون باور نمیکنه، چه کاری از دست من ساخته است؟ یه کاری ازت ساخته است. فردا که به خواجه نفس میری دیگه برنگرد. برو پیش پسرات و نوهات بمون، پیش امان، پیش قزاق، پیش هر کدومشون که دلت میخواد. شیلات خونه منه، من از خونم کجا برم؟ اصلا موندن من چه ایرادی داره که تو همش میگی برو؟ خوجه تو آدمی نیستی که خبرچینی رئیس رو میکنی، هستی؟ نه من نیستم. خب پس یه کسی یه کسایی هستن، نیستن؟ اگه نبودن نه آقای مینویی لو میرفت و خودکشی میکرد، نه یکی مثل ماهی رو ماهیتابه به بالا و پایی میفتد. خب اگه اونا بازم هدفشون رو دنبال کنن، چون تو مورد اتهامی از دست میری. اما اگه اونا به خاطر تو هدفشون رو دنبال نکنن، خودشون از دست میرن. من سر از حرفای تو در نمیارم. من حرفای تو رو نمیفهمم. بابا خوجه تو خیلی هم خوب میفهمی، اما شاید ندونی با موندن در اینجا دست و بال یه عده‌ای رو تنگ کردی. فردا که به خواجه نفس میری دیگه برنگرد، بذار بچه ها کارشون رو بکنن. از قول خواجه محمد به بچه ها بگو این جنگا واسه ما هیچ فایده ای نداره. این جنگا همیشه هست، اما بعد از هر جنگی واسه ما بدتر شده که بهتر نشده. بابا خوجه پس یه بار بگو دست و پاشونو همه دراز کنن و بمیرن. خب دست و پاشونو دراز کنن، اما چرا بمیرن؟ عشق کنن، زندگی کنن. تو عشق کن، زندگی کن بابا خوجه، اما اونا میجنگن. خواجه محمد بیزارم، اما نه اونقدر که بندازمش تو سردخونه در روش ببندم. تو در سردخونه رو خواجه میبندی، بعد میری تهران و همون آدرسی که بهت دادم. خواجه محمد تو سردخونه یخ میزنه، خواجه محمد تو سردخونه میمیره، این یه قتله. اونجا که میری سر کار دست فلک بهت نمیرسه. پول خوبی از من میگیری، درآمد خوبی هم داری. در ضمن من مدارک دل دوزیاتو که به دست آوردم برای همیشه میسوزونم. رو شدن اون مدارک زندانی داره، اما کشتن خواجه محمد جوابش تناب داره. وقتی پای من وسط تناب داری وجود نداره. شما الان میگین، اما ممکنه به وقتش پاتون رو بکشین کنار. مرتی که یه نفع، من شریک جرمم. اگه اتفاقی برای تو بیفته بعدش نوبت منه. به اینش فکر کردی؟ از این گذشته تو از یه راز با خبر شدی، اگه بخوای پاتو کنار بکشی سر و کارت با منه. منو که میشناسی. خب کیه باید این کارو بکنم؟ روز جمعه خلوته، تا
اونجا که من اطلاع پیدا کردم تو زیادم از این جور کارا دور نیستی. پس نقشه کار با خودت. به هون که رسیدی اینو میدی به همون آدمی که گفتم. جوردی؟ جوردی کجاست؟ با خوجه رفت خواجه نفس. اون چه گفت من نمیرم؟ همین الان اومد گفت مرخصی گرفته داره میری. همین الان؟ آره همین الان. مگه چی شدی؟ دورده دورده اون با خوجه وقتی سوار بارکاز شد. بارکاز هنوز را نیفتاده. بدویی بهش رسیدی. چی شده قلیچ؟ دنبال کی میگشتی؟ دنبال شد. دنبال من؟ من آبی افتش برای چند روز بینیم ویلای ملک را چهارو کنین که بنده اهل رفاقتم، اهل دوستی و همکاریم. بله، کامیونای توقیف شده حرف شما رو کاملا تأیید میکنه. من این حرف شما رو توهین به خودم تلقی نمی کنم، بلکه به پای بی اطلاعی شما میذارم. خب شما ما رو مطلع کنید. کسی که دست به این کار زده شناسایی شده. شناسایی شدی؟ ملی جون، شناسایی شده. که اینطور. اگه شناسایی شده پس علت سکوت شما تا این لحظه چیه؟ تصمیم من اینه تا تمام افراد باندو شناسایی نکنم اسم اون شخص رو مخفی نگه دارم. شما آدمای کارکشته‌ای مثل ما رو بیخبر میذاریم و خودتون تحقیق میکنین؟ اون کیه؟ نه واقعا اون کیه؟ شاید کاری از دست ما ساخته باشه. خب بگو. شرطش اینه که تا من اشاره نکردم کسی حق مداخله نداره. من قول میدم. اون کیه؟ جعفر قلی، سرمسئول سردخونه ها. نه. جان شما. خواجه. خواجه محمد. خواجه. یه بار کم اومده. همه کارگرا رفتن بندر، دست تنها بودم. گفتم خواجه محمد بیاد کمکم بکنه. خواجه دیگه تو شیلات کار نمیکنه. مبارک ها باشه. عروسی نوت رو میگم. وقتی مبارکت باشه. چی شده؟ خواجه چرا نمیخواد دیگه تو شیلات کار کنه؟ پیر شده. خسته شده. از کار افتاده. مگه یه آدم چقدر باید جون بکنه؟ وقت مردن آدم جون میگه. بریم جعفر قلی، تا من سر تو یکی و گوش تا گوش نبرم پام از تو شیلات بیرون نمیذارم. بیا بری. چرا از حرفت برگشتی؟ من از حرفم برنگشتم. من تو خواجه نفس بهتون گفتم که شماها درست میگین، باید کارمو ترک کنم، اما گفتم که منم باید فکر کنم. تو خواجه نفس گفتی فکراتو کردی؟ نه، هنوز همه فکرامو نکردم. هنوز دارم فکر میکنم که اگه تو شیلات کار نکنم اون وقت کی هستم. هر وقت اینو پیدا کردم از اینجا میرم. من که میرم. هر کجا بریم با هم میریم، اما به وقتش. بریم جعفر قلی. صبر کن، شاید تونستم رازیش کنم. خسته شدم از بستنم به خاطرش لرزید. یه اون روز و شب نداشتم. همش گفتم امشب میکشنش، فردا میکشنش. صبر کن. پدرتو به کشتن داد.
حالا به خاطر هیچ و پوچ اینجا وایساده. اون که کاری نکرده که تو ترس برات داشته. من از این رئیس جدید میترسم. چشماش، نگاش به نظرم آشنا میاد. یه چند هفته دیگه به هم فرصت بدی خوجه رو راضیش میکنم. چه خوجه بیاد چه نیاد من میرم. جعفر قلی. چی شده؟ خداحافظ. خداحافظ. کارش دارم. وقتی اساسیه رو جمع کرده داره میره. اون جایی نمیره. داره میره. خب بره. پس بیا تو هم باهاش برو، خیال منو راحت کن. نکنه همه این کلاغا زیر سر توه. منو با بختی دعوا انداختی که اون از اینجا بره و منم دنبالش. کور خوندی بچه. تو با زبونت نتونستی منو از جزیره بیرون بندازی، حالا دست به دوز و کلک زدی. دوز و کلکی تو کار نیست، من اومدم بهت بگم بختی داره میره، فقط همین. بختی جایی میره و نه اگه بره من دنبالش میرم. کور خونی بچه. دارده دارده یه برو به کارت بزنم خوچه به کارش برسم. من تو بخند، من یه روزی تو همین روزا تناپیچت میکنم و میندازم تو یه قایق و میفرستم اون برا آب. تو بخواییم دست و پای منو با تناب ببندی؟ مثل این که یادت رفته من دردی پسر آراز نوه خوجه محمدم. اگه قرار باشه میبندم، اگه مجبور بشم به زور از جزیره بیرونت میکنم. حسابی واسه خودت مردی شدی دردی. بیا برو بیرون، برو بیرون ده. تو با خوجه محمد بدی. من با خوجه محمد بد نیستم، من با تو بدم. دردی بیا برو پیکارت. خیلی میام جلوی بختی رو میگیرم نمیذارم بره. نه عجب تله برات ساخت. نه حرف گوش نکردی، هرچی گفتم به خرج در از تا که به اینجا رسوندی. دوباره بر میگردی در رو باز میکنه. اگه میخواست باز کنه نمیبست. داره با من شوخی میکنه. مرگ با کسی شوخی نمیکنه. این آخر خطه. نه اون رو خواه.
هم میدونی بیفایده است. این در باز شدنی نیست، ما این تو میمونی، این تو یخ میزن. اونا حق ندارن منو بکشن، من که کاری نکردم. بدبختی همینه، اگه کاری کرده بودی الان اونا جای ما تو سرخونه منجمد میشدن. خفشو بذار فکرمو به کار بندازم. تو اگه فکر داشتی خودتو به کشتن دیمیدونی. خفشو تو منم به کشتن. خفشو چته پسر، تو چه حالی؟ سردم، دارم یخ میزنم. ما نباید یخ بزنیم. اما دیگه دست ما نیست. تا یه مدتی دست ماست. باشو. باشم که چی؟ نباید بشینیم، باید یه کاری بکنیم. با اونجا که میشه باید خودمونو گرم نگه داریم. حالا که دشمن شبیخون زده، باید مرد و مردونه جلوش وایسیم. تو همش میخوای خودتو گول بزنی. از وقتی پدرم تیربارون شد تو تا حالا همش خودتو گول زدی. پیرمرد، ما این تو حبس شدیم. امروز جمعه است، ما هر کاری بکنیم تا فردا صبح این تو یخ میزنیم. تازشم زنده یا مرده تو چه فرقی میکنه که اینقدر دلواپس زنده موندنی؟ دردی تو خیلی گستاخی. از پدرم به ارث بردم، از پدر بزرگم، از خوج محمد. ولی پدرت هیچ وقت در مقابل خوج محمد گستاخی نکرد. در مقابل خوج محمد نکرد؟ تو که خوج محمد نیستی. میخوای بگی من کیم اگه خوج محمد نیستم؟ پیرمرد، ما داریم اینجا یخ میزنیم. پیش از یخ زدن بغضم و نترکن و نذار بهت بگم کی هستی. بگو کی هستم؟ یه پیرمرد احمق ترسو که به خون پسرش خیانت کرد، از ترس مردن دو دستی چسبید به زندگی و به ایل و تبارش پشت کرد. یه خائن. حرف تو پاس بگیر. اما من شک دارم پدرم پسر تو باشه. پس بگیش. اگه یه بار دیگه دستتو رو من بلند کردی به خون پدرم قسم که همینجا خونتو میریزم. حرفتو پس بگیر. چه حرفمو پس بگیرم چه نگیرم هیچی فرق نمی کنه. برو. اون خوجه محمدی که اونا ازش میترسیدن من بودم، نه تو. برو. تو همه چی رو خراب کردی، همه زحمتهای منو هدر دادی. برو. اختی، تو به یاد اسب مردت زار میزدی، من چهارنل با اسب زندم تاخ میکردم. تو منو از اسبم، اسبمو از من گرفتی. حالا اونا اون بیرون از آتیشی که من را انداخته بودم خلاص شدن. تو همه چی رو خراب کردی، همه چی رو خراب کردی. ای لعنت به تو. محمد نیستم، پدرتم پسر من نبوده، اما تو نوه خود محمدی. من که پیر شدم و ترسو، من که نشستم و پای اسب مردم زار زدم. ما حیف تو و اسب زنده تو. اگه از اینجا رفته بودم، اگه دست و بال تو نگرفته بودم، چه آتیشی به پا نکرده بودی نفه خوج محمد. من که پیر شدم و احمق، من که زنده و مردم یکی شدم. منو ببخش،
پس گرفتم. تو هر وقت بخوای خوجه محمدی، منو ببخش بابا خوجه. اگه حساب بخشیدن باشه تو باید منو ببخشی. از اینکه دستم رو خوجه محمد بلند کردم از خودم میذارم. تو دست تو رو خوجه محمد بلند نکردی. خوجه سردمه. منم سردمه. ما داریم یخ میزنیم. ما داریم کم کم یخ میزنیم. نباید بذاریم یخ بزنیم. کاری از دست ما ساخته نیست. بالاخره یخ میزنیم. خوجه، خوجه محمد، درسته که دشمن به ما شبیخون زده، اما ما تا نفس آخر می جنگیم. تا نفس آخر خوجه. تا قدرت داریم بدنمون رو گرم نگر می داریم. تا زورمون برسه تسلیم نمیشی. تسلیم نمیشی. بلند شو. ببین تا اونجا که رمق داریم هرچی ماهی اینجاست اون طرف میبریم و بعد دوباره برش میگردونیم اینجا. یلا آروم آروم، زیاد خودت خسته نکن. معمولش چند ساعته؟ معمول چی؟ معمولا چقدر باید طول بکشه تا ما منجمد بشیم؟ ما تا دو ساعت هم تو سردخونه کار کردیم و منجمد نشدیم. با درای بسته؟ نه با درای باز. وقتی در آوازه درجه سرما پایین تر میاد. آره آن هوا خیلی سردتر به نظر میاد. فکر میکنی چند ساعت دوام میاد؟ نمیدونم، تا حالا امتحان نکرده بودم. Yeah.
که ما اینجاییم یالا دلشو برش داری یالا دیگه قوت ندارم برش کنم از پا افتادم دشمن دست پا بیفته تسلیم نشو خوجه همینطور برو خوجه تکون بخور منو از رو زمین جمع کن نمیتونم پاشم نمیتونم ما اگه بتونیم تا صبح خودمونو زنده نگه داریم قوای کمکی از راه میرسه الان شب یا روز خوجه الان دمدمای صبح از تا صبح چیزی نمونده دیگه باید صبح شده باشه Thank you.
اینجا بیا 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 سوتاشو بچین جارشو سوتاشو بچین جارشو اجازه کنش کار بلندش 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 خواجه محمد دیگه تو خیال اسب مردشه. کی بود که میگفت خواجه محمد دیگه یه دوتاره، یه آوازه، و اگه من بخوام دوتارشو میشکنه و آوازشو تو گلوش خفه میکنه؟ من بودم که میگفتم دوتار تو بشکن و آواز تو خفه کن و گور تو گم کن از اینجا برو. خواجه محمد دیگه یه دوتار نیست، خواجه محمد دیگه آواز نیست، خوجه محمد الان یه خوجه محمده، و خوجه محمد کسی نیست که گورشو از اینجا گم کنه. یعنی تا قیامت همینجا میشینی یا جلوی این دری که بستی تکون نمیخوری؟ چرا؟ تکون میخورم. این در بالاخره باید واز بشه، کار دوباره باید شروع بشه، وگرنه همه ماهی ها که این بیرونن گند میزنن. اما یه شرطی داره. چه شرطی داره خواجه محمد؟ جعفرقلی باید دستگیر بشه و بعد جلوی همه بگه به دستور کی بود که در سردخونه رو رومن بست، و بعد جعفرقلی و اون کس هر دو قصاص بشن. تا در سردخونه وا نشه، تا کار از سر گرفته نشه، شرط تو عملی نمیشه. تا شرط عملی نشه کار نمیشه. این حرف آخرت خواجه؟ حرف اول و آخرمه. میدونی که دست به چه کاری زدی؟ میدونم که دست به چه کاری زدم. یادت من کی هستم؟ اون وقتا رو یادته؟ اون وقتا از ما تو دو طرف جاده واسه یادگاری ستونای گچی میساختی. آره آره شما رو یادمه. من به شما اختار میکنم که هرچه زودتر به سر کارتون برگردین. در غیر این صورت با شما چنان معامله‌ای میکنم که هیچ وقت یادتون نره. فریب این مرد شیاد رو نخورین. فریب این مرد که سابقه اخلالگری داشته نخورین. من از شما میخوام که تا دیر نشده و کار به جای باری نکشیده به عاقبت کار فکر کنین. Oh,
اوضاع خرابتر از اونیه که فکر میکنیم. من هیچ راهی ندارم جز اینکه از ژاندارمری کمک بگیرم. صبر کردن تا فردا ممکنه همه کارا رو از اینی که هست بدتر بکنه. بسیار خوب، امشب با مسئولیت شما من دست تو دست میذارم، اما خواهشم اینه که صبح زودتر بیاین تا از نزدیک با مشورت هم عملیاتو شروع کنیم. چی شد قربان؟ چی گفتن؟ هیچ کاری نکنیم و امشب همه رو به حال خودشون بذاریم. این خطرناکه. باید خودتون یک کاری بکنین. بدون مشورت با مسئول امنیت ناحیه من اجازه هیچ کاری رو ندارم و این افتضاحه. خوجه از بندر مزدور آوردن، کارگرای روزمز، فکر کنم میخوان اونا رو جای ما بذارن. یه همه دنیا رو هم بیارن جای ما، ما از جامون تکون نمیخوریم. میخوریم؟ نه. از حرفمون پایین نمیایم. میایم؟ نه. ما برای اینکه در سردخونه دوباره روی یکی دیگه از ما بسته نشه از شرطمون نمیگذاریم. میگذاریم؟ نه. شده آقا بویوک، چرا توپ و تانک آوردی؟ توپ و تانک کدومه؟ این آقایون واسه این که اموال دولتی از میونره به جای شما کار انجام میدن تا جعفرقلی و اونی که دستور بهش داده بوده دستگیر بشن و همونطور که تو خواسته بودی قصاص بشن. خب دیگه حرفی هم داری؟ آقا بویوک شک ندارم که تو با اون رئیست مغز خر خوردی و اگر نه دست به همچین لشکرکشی نمیزدید. لشکرکشی کدومه؟ اموال دولتی داره از بین میره. به دولت بگو خودش بیاد به جای ما کار انجام بده. چه خبر شده دردی؟ موتور چرا خاموش کردی؟ جلوی سردخونه قیامته. از بندر آدم آوردن که جای بچه های سردخونه کار کنن. اگه دیر به جنبیم، اگه به بچه های سردخونه کمک نکنیم و کارشون از دستشون بره، نه اینکه فردا در مقابل خدا مسئولیم، شاید هم همین امروز نوبت به ما هم برسه. یلا اینا فقط چند روز جای شما کار میکنه. دو قدم اون برتر شما داره به یه عده‌ای ظلم میشه، یه عده‌ای مثل خود شما. اگه پریروز در سرخونه رو روی خوجه محمد بستن، فردا شما را مثل ماهی از چنگک آویزون میکنن و میذارن تو همون سرخونه‌ای که خوجه محمد رو انداختن. اگه امروز یه عده را آوردن که جای بچه های سرخونه کار بکنن، فردا شما را مثل بچه های سرخونه بیرون میندازن و بیکارتون میکنن. دیگه خودتون میدونید، دیگه شما و خدایشون. بهتر آقایون دومشون رو کولشون بذارن و برن همون جا که اومدن. ما قرارداد بستیم، باید به قراردادمون عمل کنیم. قراردادتون رو بذارین در کوزه آبشو بخورین. شما رو بذاریم در کوزه آبشو بخوریم چطوره؟ همش حرف که نشد کار. یه امتحانی بکن. مثل این که امتحانشو خیلی دوست داری. بدم نمیاد. منم بدم نمیاد. پس چرا معطلی؟ برو.
چی میخواد بشه؟ هیچ طوری نمیشه. در صورتی که از ژاندارمری کمک بگیریم، دست به خشونت بزنیم و قاطعانه عمل کنیم. ما نباید روی موجی که خوج محمد راه انداخته سوار بشیم. اگه دست به خشونت بزنیم ممکنه همه منطقه دچار آشوب بشه. یعنی حتی اگه به قیمت جون بنده هم تموم بشه؟ شما دست به خشونت نمیزنید. تو امشب از کنار من تکون نخور. من و تو از این صحنه ها زیاد دیدیم. این دفعه فرق کرده. حالا اونا به خون من تشنن. اگه بلایی سر من بیاد جواب مادرمو چی بدم؟ جواب مادرتو من میدم. حالا چه وقت شوخی کردنه؟ تکلیف این ملت چی میشه؟ وقتی هوا تاریک شد تکلیف این ملت رو من روشن میکنم. آرزمو به کشتن دادی، خودتم به کشتن میدی، دینارم به کشتن میدی. این همه سال راحت زندگی کردیم، نه کاری به کار کسی داشتیم، نه کسی به ما کار داشت. دو مرتبه چرا درد سر درست کردی؟ پاشو، پاشو از اینجا بریم خوجه. من دیگه طاقتشو ندارم. نظر خودتو این بچه ها از بین بری. پاشو، پاشو. من میرم سری به شورخونه بزنم. باهات بیام بابا خوجه؟ نه، تو پیش بختی بمون، بهش دلداری بده، بهش حالی کن که راه ما همینه، همونطور که به من حالی کردی. بچه های ما جلوی شورخونه حواسشون حسابی جمع چماق داراست. اگه شما دل ناگرونی من میرم یه سری به اونجا میزنم. من دل ناگرون بچه ها نیستم، دل ناگرون خودم هستم. موندن من اینجا کار دستم میده. باید از تاریکی استفاده کنیم که شناخته نشیم. در صورت شناخته شدن جزیره برای شما غیر قابل سکونت میشه و ما هم فعلا از محلی‌ها کسی رو نداریم که جای شما رو پر کنه. پس برنامه رو یک بار دیگه خوب مرور کنید، بعد دقیق و بدون اشتباه اجراش کنید. حالا میتونید برید، کاری ندارم، برید.
جعفرقلی پول داد، شغل سازمانی و مخفی داد و بهش دستور داد در سردخونه رو روی خواجه محمد ببنده و بهش قول داد میفرستتش جایی که دست فلک هم بهش نرسه. شاید میخوای بگی که بنده اون شخص فرضی هم که دستور قتل خواجه محمد رو دادم؟ نه شما یه شخص فرضی هستین و نه شایدی در اطلاعاتی که من به دست آوردم وجود داره. من حتم دارم که شما دستور قتل خواجه محمد رو صادر کردین. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. اگه همین الان و همین جا جعفرقلی رو با شما روبرو کنم چی؟ بازم اینطور و با این لحن متشکرین؟ حرف آخرتو بزن. بچه های من جعفرقلی رو از سر شغلی که شما توی تهران بهش داده بودین دزدیدن و آوردنش اینجا. اون همه چی رو اعتراف کرده. از نظر مدارک پرونده شما حرف نداره، حتی یه مو لادرزش نمیره. و حالا فکر میکنی که کار من تمومه؟ من فکر نمیکنم. من حتم دارم اگه پرونده شما رو به مرکز بفرستم به خاطر جنجالی که بعد از تصمیم به قتل خواجه محمد در جزیره ایجاد شد و نزدیک بود منطقه رو به آشوب بکشه، شما میرین اونجا که میگن عرب نی انداخت. راستی قصد همچین کاری رو داری؟ حالا نه. اگه حالا نه پس کی؟ وقتی که بار دیگه دوست صمیمی پدرم بدون اطلاع من لقمه ای رو از سر سفره ورداشت. بشین. خیلی ترسیدین نه؟ واقعا که آرتیست ماهری هستی. من ماهرتر از اونی هستم که شما فکرشو کردین. من کسیم که مینوی رو وادار به خودکشی کردم دیگه تکرار نشه. دیگه تکرار نمیشه. من از خیلی وقت پیش اطلاع داشتم که قلیچ رانندگی شما خبرچین دردی نوه خواجه محمده. اگه من اونا رو به حال خودشون گذاشته بودم دلیلش این بود که قصد داشتم همشونو شناسایی کنم. یعنی خواجه محمد واقعا هیچ گونه دخالتی در اختلاف انداختن بین ما نداشته؟ اون یادم اخته است. ما برای اخته کردن اون خیلی زحمت کشیدیم. اگرم دست به اعتصاب زد به خاطر انتقام جویی بود. شما باید از اون دلجویی کنید تا دست از انتقام کشی برداره. برای کمک به شما من خواجه محمد رو اینجا میارم و جعفرقلی رو از دور توی زندون نشونش میدم که مطمئن باشه دستگیر شده. دیگه حرفی ندارم. مرخصی. خیلی ممنونم. ها خواجه بیا تو. سلام خواجه محمد. چطوری خود فروش؟ خواجه من خود فروشم یا هرچی که تو فکر میکنی؟ با همه این حرفا از اتفاقی که برات افتاده هنوز که هنوزه غمگینم. ولی من هیچ غمگین نیستم. با اون جنجالی که من را انداختم الان باید استخونام هم جلو سگا انداخته باشن. مگه نه بختی؟ تو آدم عجیبی هستی خواجه محمد. من آدمم، عجیب نیستم.
رئیس میخواد برگردی سر کارت. من حوصله شوخی کردن رو ندارم. رئیس تو رو سرمسئول سردخونه ها کرده. مگه رئیس به سرش زده؟ نه، رئیس فهمیده که در مورد تو اشتباه کرده. منو سرمسئول سردخونه ها کرده؟ آره، همون پستی که همیشه میخواستی. رئیس عقلشو از دست داده؟ نه، رئیس تازه سر عقل اومده. اون تو رو داخل خانواده کرده خوجه. رئیس عقلشو از دست داده. بهتر تو حالا از این فرصت میتونی حسابی استفاده کنی. بزن خوجه محمد که حالا وقت زدنه. بخون خوجه محمد که حالا وقت خوندنه. بشنفی وقتی حالا وقت زدنه، حالا وقت خوندنه. خواجه محمد دیگه یه دوتار نیست. خواجه محمد دیگه یه آواز نیست. خواجه محمد الان یه خواجه محمده. آره، خوجه محمد الان یه خوجه محمده، باور کن. کور که نیستم، یال و کوپال تازه تو دارم میبینم. چرا باور نکنم؟ باور میکنم. بعدن بیشتر از اینا باورت بیشه. نکنه روز جشن میخوان بابت پایمال کردن خون دردی و پیلیچ بهت میدانم بدن. اگه روز جشن به خواجه محمد مدال ندن به کی بدن؟ بهتر نیست همه لباس سردخونه بپوشیم؟ لباسای سردخونه همه یا کثیفن یا پاره، به درد مهمونای شما نمیخورن. ممکنه سرما بخوری. فکرشو کردم، گفتم درجه سرما رو بیارن پایین. اینجا میگن اتاق انجما. مایه ها رو اول برای منجمد شدن اینجا میارن، در ظرف مدت کوتاهی منجمد میشن، بعد میبرنشون تو اتاقای نگهداری که اون طرف اتاقای انجما هستن.
قربان، حالا وقتشه که به یاد زمهریر بیافتیم. وقتی خودشو دارم میبینم دیگه یادش کدومه. بله، برای بازبینی از بقیه قسمت‌ها باید از زمهریر عبور کنیم. هوا خیلی سرده، اگه تون بریم سرما حالیمون نمیشه. اون طرف در روبروی هوا زیاد سرد نیست، مثل اینجاست. من که رفتم، کیریاش فکر خودشونو بکنن. بدوی دیگه. چرا اونجا باشدی؟ یه در باز کن، یخ شدی؟ یه روزایی از یه ایل ما در دو طرف جاده واسه یادگاری ستونهای گچی ساختی. اون روزها یادته؟ یاده رو واکن. منو یادته؟ منو میشناسی؟ معلومه که میشناسم. پس حالا بهتر بشناس. اون در رو بست. در رو بست؟ اون در رو روی ما بسته. با نمیشه. از رئیس و مهموناش خبری نیست. از رئیس و مهموناش خبری نیست. خواجه محمد در حال تحریک مردمه، میگه دیگه جشن جشن ماست. باشه، من سعی خودمو میکنم. حرکت کنید، حرکت کنید. لعنتی، نمیشه. وای تو گیر افتادیم، همه با هم داد بکشید، شاید صدامون رو بشنفت. همه با هم ما همه جا رو گشتیم، هیچ خبری از رئیس و مهموناش نیست. خواجه محمد جزیره رو شلوغ کرده، دیر به جنبین اوضاع خراب میشه، باید قوا بفرستیم. عجله کنین. Oh.
Thank you.